با وجود اینکه حضور زنان با پوشش کامل صورت در خیابان‌های سوئیس یک امر نادر است، سوئیسی‌ها در یک نظرسنجی شرکت می‌کنند تا به ممنوعیت پوشش کامل صورت رأی دهند. پیش از این برخی گروه‌ها با عنوان اسلام رادیکال را متوقف کنید و جلوی افراط‌گرایی را بگیرید، بر ممنوعیت استفاده از برقع در این کشور تاکید داشتند. در مقابل گروه‌های دیگر معتقدند قانون ضد برقع پوچ، بیفایده و اسلام هراسی است. دولت و مجلس سوئیس با ممنوعیت سراسری مخالف هستند. در حال حاضر قانون به این صورت است که آنها از افرادی که صورت خود را میپوشانند میخواهند در صورت لزوم برای شناسایی چهره خود را به مقامات نشان دهند. برای کسانی که از این امر پیروی نکنند، جریمه های حد اکثر 10,000 فرانک سوئیسی در نظر گرفته میشود. بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق زنان و گروه‌های فمینیستی در سوئیس با این ممنوعیت مخالف هستند. اینسا شیخ، سخنگوی یکی از این گروه‌ها گفت: این قانون علاوه بر اینکه بی‌فایده است، نژادپرستانه و جنسیتی است و به گفته وی، بر اساس قانون اساسی سوئیس، هر قانونی که زنان را از پوشیدن هر آنچه می‌خواهند منع کند، غیر قابل قبول است. و ممنوعیت برقع برای زنان انجام نمی شود، بلکه علیه آنها انجام می شود. آنچه می خواهیم این است که بتوانیم خودمان انتخاب کنیم. در حال حاضر در سوئیس فقط 30 زن با برقع هستند. نظرسنجی اداره آماری فدرال سوئیس در سال 2019 نشان داد که 5.5% از جمعیت سوئیس مسلمان هستند که عمدتا اهل یوگسلاوی سابق می باشند. سوئیس پیش از این هم در سال 2009 ساخت مناره در مساجد را ممنوع کرد. شورای ادیان سوئیس هم اعلام کرد این ممنوعیت محدودیت نامتناسب آزادی مذهب است.